باغ وحش شیشه. تو نیای نمیتونیم شامو شروع کنیم. تنیسی ویلیامز در سال 1911 میلادی در آمریکا به دنیا آمد و یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان معاصر به شمار می‌رود. از آثار مشهور وی میتوان به نمایشنامه‌هایی همچون اتوبوسی به نام هوس، گربه روی شیروان و داغ، باغ وحش شیشه‌ای، شب ایگوانا و خالکوبی روز اشاره کرد. نمایشنامه گربه روی شیروان و داغ در سال 1955 برنده جایزه پولیتزر شد. باغ وحش شیشه‌ای در سال 1944 توسط تنیسی ویلیامز نگاشته و در سال 1973 به کارگردانی آنتونی هارمن به مدت 100 دقیقه در قالب فیلم تئاتر با بازی محوری کاترین هپبرن در نقش آماندا، سم واترسون در نقش تام، جوانا میل در نقش لورا و میخائیل ریتایری در نقش جیم ساخته شد. یک شنبه پیش اتفاق خیلی خنده‌داری برام افتاد. کلیسا شلوغ بود. همه این میکتو پر بود به جز یه دونه که اون ردیفای اول بود و فقط یه خانم کوچولو روش نشسته بود. منم با خوش روی تمام بهش لبخند زدم و گفتم عذر میخوام، اجازه میدی منم روی نیمکت بشینم؟ هنوز حرف از دهنم در نیامده بود و اون گفت اینجا اجاره است. میدونی من که تا حالا خبر نداشتم اینجا جاهای خالی رو اجاره میدم. از دست این شمایی که خیلی عقب موندن. من که از کار جنوبی های عقب مونده سر در نمی آوردم. حالا نمیدونم با این شمایی. عزیزم غذا رو با انگشتت این ور اون ور نکش. اگه میخوای غذا رو ببری یه طرف دیگه از لبه نون استفاده کن. تو هم باید غذا تو خوب بجوی. معده حیوانا ترشحاتی داره که باعث میشه اونا بتونن بدون آسیاب کردن غذا راحت هضمش کنن، ولی انسان ها باید قبل از اینکه غذا رو قورت بدن خوب بجونش. غذایی که خوب پخته شده باشه هر قسمتش طعم دلپذیری داره، پس باید تو دهنت نگه داریش تا از تک تکشون لذت ببری. بنابراین غذا تو خوبه خوبه خوب بجو. نمیخوای به قدرت بزاقیت فرصت کارشون رو بکنن؟ مادر من حتی از یه لقمه این غذایی که خوردم لذت نبردم، از بس شما راهنمایی فرمودین که چجوری باید خوردش. همش تقصیر خود شماست. وقتی به هر لقمه‌ای که دارم میخورم مثل عقاب زل میزنین، خب معلومه که تون تون غذامو میخورم. حالا آدم به هم میخوره، همش در مورد قدرت بزاقی، ترشحات میده حیونا، جویدن و آسیاب کردن حرف میزنه. مثل ستاره های سینما از سر میز پاشو برو، یه وقت از کسی اجازه نگیری. میخوام سیگار دود کنم. تو خیلی سیگار میکشی. من قهوه رو میارم. نه. آنتونی هاروی متولد 1930 در لندن است. او از 1950 کار حرفه‌ای خود را به عنوان ادیتور فیلم در انگلستان آغاز کرد و در میانه دهه 1960 به عنوان کارگردان فعالیت خود را ادامه داد. او در بیش از 50 فیلم در کسوت کارگردان و یا تنظیم کننده متن مشارکت داشته است. اون روزا دخترها باید هم داناییشون رو نشون میدادن هم خوش صحبتی. درباره چی حرف میزدیم؟ خب در مورد چیزای مهمی که تو دنیا اتفاق میافتادن حرف میزدیم. از حرفای معمولی خبری نبوده. تازه اونایی که میامدن میشه من همه آدمای متشخصی بودن. بعضیاشون از برجسته ترین مردای دلتای میسیسیپی بودن، ملاکین بزرگ و پسراشون. یکیشون مرد جوانی بود به اسم چمپلاکین، اون بعدها معاون رئیس بانک منطقه شد و هدلی استیونسون. اون تو دریاچمون غرق شد. خدای من چه مال و اموالی گذاشت و رفت. 150,000 دلار اوراق بهادار براش به ارث گذاشت. و برادران کوتریر، وزلی و بیتز. بیتز از اون پسرایی بود که از من تقاضای ازدواج کرد، ولی با پسری به اسم وینرایت جر رو بحث شده بود. اونم جلوی دریاچمون به شلیک کرده بود، تیر خورده بود به شکم بیتز تو راه منفیس، همونجا تو آمبولانس تموم کرده بود. مادری به نام آماندا در یک خانواده سطح پایین آمریکایی با پسر و دخترش تام و لورا زندگی می کند. پدر این خانواده که به ظاهر تمایل به فرار از قیود زندگی خانوادگی داشته، مدتی زن و دو فرزند خود را رها کرده و به نقطه نامعلومی رفته است. مادر و دو فرزند هر یک در خیالات واهی و احساسات خود زندگی می کنند. مادر کاری ندارد جز اینکه شب و روز از گذشته های پر موفقیت خود بگوید.
پسر نیز جز این که به فکر شعر و شاعری و دیدن فیلم در سینما باشد و به کار اصلی خود یعنی کفاشی توجه نکند، کار دیگری ندارد. دلیل نابغه بودنش این نبود. مادر خواهش میکنم از اینجا برو، بذار نوشتنم تموم شه. چرا کمرتو صاف نمیکنی؟ راحت بشی. برو خودتو با یه چیز دیگه سرگرم کن، دارم سعی میکنم یه چیزی بنویسم. من اطلسای پزشکی رو دیدم. برای همینم خوب میدونم که این طرز نشستن چه بلایی سر اندامای داخلیت میاره. راست بشین تا نشونت بدم. شکمت به ریه‌هات فشار میاره، ریه‌هات به قلبت فشار میاره. مدام چرت میزنی، مثل دیوونه ها با خودت حرف میزنی. بعدم 3 ساعت میخوابی، صبح میری سر کارت. میدونم کار کردنت اونجا چه جوریه. هی چرت میزنی، خور میزنی. معلومه دیگه چون وضعیت مناسبی نداره. تو چطور جرأت میکنی شغلتو به خطر بندازی؟ چطور جرأت میکنی امنیت ما رو به خطر بندازی؟ تو فکر میکنی ما از کجا میاد؟ تو فکر میکنی من دیوونه کار کردن تو امور کارخونه‌ام؟ فکر میکنی من عاشق کارخونه کفش‌دوزی کنتیننتالم؟ فکر میکنی دلم میخواد 55 سال از عمرمو تو اون محفظه دل مرده بگذرونم؟ فکر میکنی نگاه کن، من چه ترجیح میدم یکی با یه پتک آهنی بزنه مغزمو متلاشی کنه که ناچار نشم هر روز صبح برگردم اونجا، ولی بازم برمیگردم. هر بارم که صبح میای میگی برخیز و بتاب، برخیز و بتاب. من به خودم میگم که آدمایی که مردن چقدر خوشبختن، ولی بازم بلند میشم و میرم. هر بلند میشم و به خاطر 65 دلار در ماه تمام کارهایی که دوست دارم بکنم، تمام چیزایی که دوست دارم باشم زیر پا میذارم. اون وقت تو بهم میگی که تنها چیزی که بهش فکر میکنم خودمم. خب گوش کن مادر، تنها چیزی که من بهش فکر میکنم اینه که درست جایی باشم که پدرم هست، یه جای دور. یه سیبیل مصنوعی میذارم روی یکی از چشمامم، چشم‌بند میبندم، گاهی هم کتریشای بلند سبز میذارم. اون وقتی که همه بهم میگن ال دیابلا، یه چیزایی هست که اگه برات بگم خواب از سرت میپره. نقشه کشیدن زیر این خونه دینامیت کار بذارن، قرار هممونو بفرستن هوا. من که خیلی خوشحال میشم، جدی میگم. تو هم اینطور سوار جاروی جادویی میری تو آسمون، اینقدر میری بالا که میرسی به کوهای بلو ماونتن، همون جایی که 17 طاقه باشه که خواستگاره. دیگه تا آخر عمرم باهات حرف نمیزنم، مگه اینکه ازم معذرت خواهی کنی. دختر خانواده لورا که دارای نقص جسمی در پای راستش است و به شدت از این موضوع رنج می‌برد، در ارتباط با مردم و به ویژه مردها دچار مشکل است، به نفعی که ارتباط او با دیگران کاملاً قطع شده است. او با گردآوری تعدادی از مجسمه‌های حیوانات که شیشه‌ای‌اند در گوشه‌ای از خانه باغ وحش شیشه‌ای خود را درست کرده و با آنها صحبت می‌کند. من داشتم فقط خودم میدونم. به نظرم فقط داشتی ماشین نویسی تمرین میکردی. آره، همش حق بازی، حق بازی، حق بازی. جلسه انجمن دختران چطور بود مادر؟ جلسه انجمن دختران؟ شما که نرفتین به جلسه انجمن دختران؟ نه من نرفتم جلسه انجمن دختران. قدرتشو نداشتم، شجاعتشو نداشتم. میخواستم فقط زمین دهن باز میکرد و من برم توش و تا آخر عمرم همونجا بمونم. نه، چرا اینجوری میکنی؟ چرا؟ تو چند سالته لورا؟ مادر شما که سن و سال منو میدونی. من پیش خودم فکر میکردم که تو دیگه بزرگ شدی، ولی از شواهد پیداست که خیلی در اشتباه بودم. خواهش میکنم اینجوری به من زل نزنین مادر. حالا چی به سر ما میاد؟ آیندمون چی میشه؟ اتفاقی افتاده مادر؟ مادر اتفاقی افتاده؟ باید امروز بعد از ظهر میرفتم جلسه دختران انقلاب آمریکایی. قرار بود به هم درجه افسری اعطا بشه. سر رام یه تاکپا رفتم آموزشگاه تجاری روبیکام تا بهشون خبر بدم که تو سرما خوردی و از پیشرفتت در اونجا سوال. من مستقیم رفتم پیش مربی ماشین نویسی تو خودم رو معرفی کردم. اون اصلا نمیدونست تو کی هستی. گفت وینگفیلد؟ کسی به این اسم در آموزشگاه ما نام نویسی نکرده. گفتم چرا ثبت نام کرده؟ گفتم دخترم لورا از اوایل ژانویه داره میاد اینجا سر کلاس.
بهم گفت نمیدونم، مگه اینکه منظورتون اون دخترک جوونی باشه که به درز وحشتناک خجالتی بود و بعد از چند روز هم دیگه نیمه سر کلاس. بهش گفتم نه اون دخترک رو نمیگم، منظور من دخترم لوراست که در 6 هفته گذشته هر روز میامده اینجا. مادر که نگران تنهایی دخترش است، از پسرش تام تقاضا میکند تا بین همکارانش در کارخانه کفاشی جوانی را برای شام به خانه دعوت کند تا شوهری برای دختر ناقص العضوش پیدا کند. تام با اکراه این تقاضا را انجام میدهد و جوانی به نام جیم را برای شام به خانه دعوت میکند. من نمیخوام ببینم باد کدوم طرف میبرتت، ولی تا اون روز هوای خواهرتو داشته باش. خودم نمیگم چون من دیگه پیر شدم و به این چیزا اهمیت نمیدم، ولی خواهرت هنوز جوونه و مستقل نشده. گذاشتمش آموزشگاه تجاری که آخرش هم به شکست رسید، معده‌اش به هم ریخت و بالا آورد. بردمش انجمن مسئول امور جوانان کردمش، یه افتضاح دیگه بار آورد. نه با کسی حرف میزد نه کسی باهاش حرف میزد. حالا فقط میشینه با این خرد شیشه ها ور میره، به اون صفحه های نخ نما شده گوش میده. آخه این که برای دختر جوون نشد. خب حالا من چی کار میتونم بکنم؟ خواهی تو کنار بذار. خودت فقط به خودت فکر میکنی. شال گردنت کو، شال گردنتو بنداز. تام باشه 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 تا باشه. ایلا کارترایت، ایلا، من آماندا وینگفیلدم. اولش بگو ببینم وضع کلیت چطوره؟ واقعا بازم برگشتی؟ تو یه مادر واقعی هستی، یه مادر واقعی معتقد. الا من دفترچه یادداشتمو نگاه کردم، دیدم اشتراکت برای مجله همدم خانه تموم شده. درست وقتی که اون داستان دنباله داره شگفت انگیز به سیمی هاپر شروع شده. داستان درباره اسباس در لانگ آیلند و آو جدی؟ پس خوندیش؟ خب فکر میکنی بعدش چه اتفاقی میفته؟ نه بسیمه ها پر آدم رو ناامید نمی کنه. البته باید داستان پیچیدگی هم داشته باشه، بدون پیچیدگی که نمیشه، ولی بسیمه ها پر همیشه انتظارات آدم رو خیلی زیاد میکنه. جوان که پر از شور و امید به زندگی است با لورا هم صحبت میشود و به او اعتماد به نفس و گریز از تنهایی را پیشنهاد میکند. لورا به ظاهر به زندگی امیدوار می شود، اما در می یابد که جیم نامزد دارد. جیم می رود و لورا در تخیلهایش زندگی با باغ وحش شیشه‌ایش را ادامه می دهد. لورا، این جیمه. جیم، این خواهرمه لورا. خبر نداشتم شکسپیر خواهرم داره. دیدی وقتی آدامس می چسبه کف به کف شدم چه حالی داره؟ آره، مشکل اصلی تو انگار همینه. تو در درونت به قدر کافی اعتماد به نفس نداری. من این حقیقت رو از اونجایی کشف کردم که هم خودت یه چیزایی بهم گفتی و هم که منم مشاهداتی کردم. مثلا اون صدای ترق و دروغی که میگفتی تو دبیرستان هنگام بالا رفتن از پله‌ها برات پیش میومد. میبینی همین به کجا کشیده؟ از مدرسه دست کشیدی؟ میدونی هر کسی در یه مورد به خصوص توانایی ویژه داره. خب بعضیا دنبال پولن. مثلا خود منو در نظر بگیر. من به الکترودینامیک علاقه دارم. من تو مدرسه شبانه دارم یه دوره مهندسی می‌گذرونم. تو انبار کارخونه‌ام مسئولیت نسبتاً مهم می‌دارم. همون کلاس‌ها رو میرم، هم دوره فن بیان رو دارم می‌گذرونم. چون من به آینده تلویزیون معتقدم، می‌خوام آمادگیشو داشته باشم همراه اون یه راست برم بالا. خب تو چی؟ چیزی هست که تو بیشتر از هر چیز دیگه بهش علاقه داشته باشی؟ خب من یه مجموعه شیشه‌ای دارم. واقعاً چه جور شیشه‌ای هست؟ یه مجموعه چیزایی، بیشترشون هم تزئینین. اکثرشون حیوانای کوچولویی هستن که از جنس شیشه ساخته شدن. میرم پیش بیتی. بیتی کیه؟ اون نامزدمه. میرم پیشش تا با هم درس بخونیم. نامزدیتون جدیه؟ ما قراره یک شنبه دوم ژوئن با هم ازدواج کنیم. تام در مورد اینکه شما قراره ازدواج کنین هیچ حرفی نزد. تام خوب ما رو دست انداختی. منظورتون چیه؟ به همون نگفته بوده که اون نامزد داره و قراره ازدواج کنه. جیم نامزد داره؟ اون همین الان اینو با آگاهی ما رسوند. برای منم تازگی داره.
مادر پس از گذشت حدود 50 سال از عمرش همچنان با خاطرات 7 سالگی و عشاق جوانش زندگی می کند و پسر خانواده تام نیز به این فکر فرو می رود تا خانه و انبار کفش محل کارش را ترک کند و نویسندهی برجسته ای شود. چون زمان بلندترین فاصله ایه که بین دوتا مکان وجود داره. من از سنت لوئیس رفتم و همینطور رد پای پدرم رو دنبال کردم. سعی کردم اون چرا در فضا گم شده بود در حرکت پیدا کنم. به خیلی جاها مسافرت کردم. شهرها از زیر پاهم لیز می‌خوردن و می‌گذشتن. مثل برگایی که رنگای روشنی داشتن. ولی چون از شاخه‌ها جدا شده بودن سایه‌های مرگباری روشون افتاده بود. حتی اگه دلم می‌ایستم هم حس می‌کردم یه چیزی در تعقیبمه. شاید وقتی که شبانه در طول خیابان قدم میزنم، اونم در شهر غریبی که هنوز توش همسفری پیدا نکردم، ناگهان خواهرم دستشو بذاره روشونه. اون وقت بر میگردم و تو چشماش خیره میشم. آه لارا، لارا. تد کوچف به عنوان کارگردان در روایت تصویری باغ وحش شیشه‌ای که در فضای کاملا استودیویی ضبط شده است، بیشترین تلاشش را معطوف بر ارائه نمایشنامه ویلیامز با رویکردی واقع‌گرایانه و منبعث از شرایط فرهنگی و اجتماعی آمریکا کرده است. شرایطی که در آن آدم‌ها برای رهایی از آن یا همانند مادر خانواده مدام به گذشته دست نیافته‌شان چنگ می‌زنند یا همانند لورا با رویاهایشان روزها را سپری می‌کنند و دنیای انفرادی و تفکیک شده‌ای دارند و یا همانند تام پسر خانواده خود را سرگرم می‌سازند تا از تنش‌ها رهایی یابند. این گونه است که تلفن‌های مادر و خاطراتش از گذشته و ارتباط اجتماعیش، گفتگوهای لورا با باقی وحش شیشه‌ایش و سینما رفتن تام معنا پیدا می‌کند. آنها از آنچه هست رضایت ندارند و زندگی آنها را ایزوله کرده است. تلاش‌هایی در آنها موج می‌زند، اما گویی قدرتی برای حل کردن مواردشان ندارند و از این روست که مسکن و جایگزین‌هایی پدید می‌آیند و به کار می‌روند. اون طرف کوچمون تالار بازی پارادایز بود. غروبای فصل بهار پنجره‌ها و درهاشون رو باز می‌کردن و صدای موسیقی همه جا پخش می‌شد. گاهی همه ی لامپا رو خاموش می‌کردن و فقط یه لامپ بزرگ کره‌ای شکل رو روشن می‌ذاشتن که از سقف آویزون بود. اون لامپ هم آهسته میچرخید و تو گرد و غبار غروب به رنگای ظریف رنگین کمان در میومد. در حالی که این جوانها بی خبر از همه جا با دوستاشون بازی میکردن و دنیا منتظر طلوع خورشید بود، تمام دنیا در واقع داشت زیر بمباران میلرزید. بشین. میل دارین جای خاصی بشین؟ هر جا میخوای بشین، هر جا میخوای بشین. نگاه کن. اینا رو باید چیکارشون بکنم؟ تا حالا مبلی به این رنگ رو رفته ای دیدی؟ فهمیدم. فهمیدم یه تیکه پارچه چیت گلدار براش میگیرم. نباید خیلی گرون باشه. یه دستی هم به اون آباژورا میکشم تا نورشون خوب پخش بشه. یه روکش سفیدم باید رو اون صندلی‌ها بکشم. کاش وقت داشتم کاغذ دیواری‌ها رو عوض کنم. اسمش چیه؟ اسمش اوکانر مادر. اوکانر پس ایرلندیه. بنابراین باید براش ماهی درست کنم. خب یه ماهی آزاد براش درست میکنم. روش هم قشنگ تزیین میکنم. باش آشنا شدی؟ تو کارخونه مگه جای دیگه‌ای هم داشتم که باهاش آشنا شم؟ خب من چه میدونم؟ سیگارم میکشه. اینو برای چی میپرسی؟ چون پدرت سیگار میکشه. دوباره این حرف رو شروع نکن. پس میکشه. اگرم بکشه من خبر ندارم. باید تتوشو در میآوردی. من هیچ دلم نمیخواد مردی که نصیب دخترم میشه سیگاری باشه. فکر نمیکنید که اینا خواب و خیالات پوچه؟ این آقا که هنوز وارد صحنه نشده. فردا وارد میشه که با خواهر داشنا بشه. حالا من از شخصیتش چی میدونم؟ هیچ. دیگه چی کار میکنی؟ همیشه این پشت موات ناراحتم میکنه. نمیدونم چرا خودش درست پایین نمیره. مادر میخوام یه چیزیو بهت بگم. جدی ام میگم. از صمیم قلب و صادقانه ام میگم. مردای زیادی هستن که میتونن برای لورا مرد مناسبی باشن. میدونی تو همیشه منو نگران میکنی به خاطر اینکه از این شاخه به اون شاخه میپری. حالا هم چیزی که من میخوام بدونم اینه که شغل اون جوان تو کارخونه چیه؟ اون کارمند قسمت توزیع و پخش مادر. اون کارمند پخش و توزیع؟ خب نسبتاً شغل مهم میداره. تو هم اگه تکونی بخوری شغلت همین میشه. چقدر حقوق میگیره؟ به گمان من که اون 85 دلاری در ماه در میاره. 85 دلار در ماه زندگی شاهانه ای نیست. 20 دلار از من بیشتر. میدونم. اینو که خوب میدونم. خیلی هم خوب میدونم. ماهی 85 دلار. ولی فایده ای نداره. یه مرد خانواده دار ممکن نیست بتونه با ماهی 85 دلار سر کنه. مادر آقای اوکانر که یه مرد خانواده دار نیست. شاید در آینده خانواده دار بشه. نمیشه؟
حالا فهمیدم. تدارک و برنامه ریزی دیگه. تو تنها مرد جوانی هستی که خبر نداره آینده میشه زمان حال، زمان حال میشه گذشته، گذشته هم میشه مایه یه عمر پشیمونی، مگر اینکه براش برنامه ریزی کنی. فکر میکنم به پیشرفت خودش خیلی اهمیت میده. آره مادرت اینقدر باید به قبقب ننداز. ولی من میخوام از این آقا بیشتر برام بگی. چی صداش میکنی؟ آقای اوکانر؟ آقای اوکانر؟ غیر از این آقای اوکانر اسم دیگه ای نداره؟ اسم کاملش جیمز دی اوکانره. دی مخففه دیلین. دیلین؟ پس پدر مادرش هر دو ایرلندیان. اون وقت سیگار نمیکشه؟ باغ وحش شیشه‌ای حکایت مشکلات و سرخوردگی‌های خانواده وینفیلد در جامعه شهری صنعتی آمریکاست. پدر خانواده سالها قبل با رویای سفر به سرزمین‌های ناشناخته از صحنه خارج شده و غیر از قاب عکس روی دیوار چیزی از او بر جای نمانده است. تام در یک کارخانه کفش‌سازی کار می‌کند و حقوق بخور و نمیری دریافت می‌کند. البته از کارش رضایت ندارد. و البته در فکر راهی است که پدر سالها قبل رفته است. لورا به علت نقص جسمانی و لنگی مختصری که در راه رفتن دارد دچار انزوا و سرخوردگی است. او هیچ دوستی ندارد و منزوی و خجالتی است. تنها دلخوشی او کلکسیونی است که از حیوانات شیشه‌ای دارد. آماندا نیز بدون مشکل نیست. او نیز سرخورده از غیبت همسر، زندگیش را وقف فرزندانش کرده است. اکنون نیز گرفتار مشکلات آنی است. مکانیزم دفاعی اونیست سیر در خاطرات گذشته و ایام جوانی باشکوه خود است. در اون از هم پاشیده زندگی یک خانواده آمریکایی در این اثر به شکلی پررنگ بر ضعف سیستم حاکمیتی وقت آمریکا صحه می گذارد. هرچه آدم لال از پشت ببندی، به هر حال وقتی که این جوان ببینه این دختر چقدر قشنگ و دوست داشتنیه، خیلی خوشحال میشه که تو دعوتش کردی بیاد اینجا شام بخوره. فقط یه موردی هست. نباید از لورا بیش از حدش انتظار داشت. نظر چیه؟ خب این تعریفایی که از لورا کردی فقط به نظر من و شما میرسه، به خاطر اینکه ما خیلی دوستش داریم. ما حتی دیگه متوجه لنگیدنش هم نمیشیم. این حرفو نزن. باید حقیقتو قبول کنیم مادر، اون میلنگه. تازه ایرادای دیگه هم داره. منظورت از ایرادای دیگه چیه؟ مادر خودت میدونی که لورا خیلی با دخترهای دیگه فرق میکنه. آره میدونم و فکر میکنم که فرق کردنش خیلی هم به نفعشه. نه خیلی، به چشم غریبه ها و آدم های دیگه اون تو دنیای خودشه، خیلی خجالتیه و برای کسی که بیرون از خونه است این خصوصیت ها یکم عجیب و غریبه. هیچ وقت نگو عجیب و غریب. حقیقت رو باید بپذیری مادر، اون اینجوریه. من که نمیدونم اون کجاش عجیب و غریبه. اون تو دنیای حیوانای کوچولوی شیشه‌ای زندگی میکنه. همش هم به صفحه‌های قدیمی گرامافون گوش میده. همینا بس. لورا؟ لورا؟ بله مادر. اون ظرفا رو ول کن بیا تو حال. جلوی ما یا آرزو بکن. امشب قرص نقره ماه کامله. از روی شونه چپت نگاش کن و یا آرزو بکن. حالا، همین حالا آرزو کنه عزیزم. چه آرزویی باید بکنم مادر؟ شادی و یک کمی هم خوشبختی. شاید از همین روز که برخی از تحلیلگران و مفسران در صدد برآمدند تا ما به ازای داستان و شخصیت‌های این اثر را در میان وقایع و مستندات بیابند و با برخی شواهد به عنوان مثال شخصیت آماندا را وام گرفته از خصوصیات ادووینا مادر تنیسی ویلیامز اعلام کنند. زنی سلطه‌گر، زیبارو و خودشیفته که غوطه‌ور در زندگی گذشته خیالی دوران جوانیش بوده است. زنی که همانند آماندا در امیال ناخودآگاه فرویدیش فرو رفته است.
ادوینا با سلطه‌گری و پرحرفی‌های همیشگیش فرزندان خود را منزوی و کم حرف بار آورد و خواسته یا ناخواسته اعتماد به نفس آنها را تضعیف کرد. رابطه او خصوصاً با تنها دخترش روز صمیمانه نبود و فرزندانش همیشه از نبود حس عاطفه و صمیمیت در خانواده رنج می‌بردند. این چنین است که آماندا برای به دست آوردن امیال نهفته‌اش خودگویی می کند و یا شرایط بد زندگی خانوادگیش، وضعیت جسمانی لورا، بی استعدادی تام در تجارت و قساوت دنیای برون را انکار می کند. خودت میگی تو دلت خیلی چیزا هست که نمیتونی برای من توضیح بدی. این در مورد منم صادقه. تو دل منم خیلی چیزا هست که نمیتونم برای شما توضیح بدم. پس بیا به احساس شخصی هم دیگه احترام بذاریم و دیگه ازش حرف نزنیم. ولی تام، تو چرا اینقدر همیشه سر و سیمه؟ آخه هر شب کجا میذاری؟ من میرم به سینما. خب برای چی اینقدر میری سینما تا؟ من از ماجراجویی خوشم میاد، برای همینم زیاد میرم سینما. تو کارخونه که از هیجان و ماجراجویی خبری نیست، برای همینم میرم سینما. ولی تام، تو بیش از اندازه سینما میری. من ماجراجویی رو خیلی دوست دارم. بیشتر آقایون تو کارشون دنبال ماجراجویی میگردن. ولی بیشتر مردای جوونم تو انبار کارخونه کار نمیکنن. دنیا پر از مردای جوونیه که تو انبار و کارخونه و اداره کار میکنن. همشون هم تو کارشون به هیجان و ماجراجویی میرسن. آره معلومه که میرسن. همه که جنون ماجراجویی ندارن. انسان به طور غریزی عاشق شکارچی مبارزه‌گره و توی انبار کارخونه هم که به هیچ کدوم از این غرایز فرصت بروز داده نمیشه. انسان به طور غریزی؟ برای من از غریزه حرف نزن. غریزه چیزیه که آدم‌ها ازش دوری میکنن چون به حیوانات تعلق داره. انسان‌های بالغ از غرایز پریز پس میکنن. انسان‌های بالغ دنبال چی میرن مادر؟ چیزای والاتر، چیزایی که به فکر روح آدم مربوط میشه. فقط حیوانات دنبال ارضای غرایزشونن. مطمئنن هدف تو خیلی بزرگتر از چیزیه که میمونا و خوکا دنبالشن. گمان نکنم. او در خیال خود لورا را عروسی مناسب، تام را تاجری پرتلاش و در نهایت ثروتمند و جیم را که نماینده دنیای واقعی بیرونیست همسری دلباخته و مناسب لورا میبیند. شاید به همین سبب است که ظاهر برایش بیش از هر چیز دیگری مهمتر است و نمود آن را میتوان در پوشاک و آرایه‌های او به عیان دید. از سوی دیگر گفته میشود که نام واقعی ویلیامز توماس بوده است که تشابه بسیاری با نام نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای دارد. تامی که اتفاقاً صدای شاعر شدن دارد در مواجهه با اهرم‌هایی است که او را از این تب و حس دور نگه می‌دارد. می توان به این شواهد تشابه رابطه تام و لورا در نمایشنامه و رابطه ویلیامز و خواهرش روز را اضافه کرد و سرانجام این فهرست با پدر الکلی ویلیامز که بود و نبودش در خانه فرقی به حال خانواده نداشت تکمیل می شود. خیلی غیرعادی به نظر می رسه که تو خبر نداشتی بهترین دوستت نامزد داره و قراره باهاش ازدواج کنی. من تو انبار کارخونه کار می خونم، نمیرم اونجا سر از کار مردم در بیارم. تو اصلا از هیچ چی خبر نداری، همش تو رویاهاتی. تو یه کارخونه خیال بافی و تولید توهمات. خب کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ توی سینما. آره دیگه، حالا که اینقدر ما رو مسخره کردی، این همه خودمون رو آماده کردیم، هزینه کردیم، آباشور نو بخر، فرش نو، لباس لورا، همه اینا به خاطر چی؟ برو سینما، برو. یه وقت به فکر ما نباشی، مادر بی کسی تو تنها بذار، خواهر لنگت هم که بیکار افتاده گوشه خونه همینطور. نذاری یه وقت عیش خودخواهانت منقص بشه آقا، فقط برو، برو، زودتر برو به سینما. البته که میرم. هرچند بیشتر سرم داد بزنی و به هم بگی خودخواه تندتر میرم، اصلا به سینما هم نمیرم. پس برو 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 به کره ما خیال بافه خودخواه. شاید متعارفترین شخصیت در این اثر جیم است که به راحتی و بی دغدغه از آنچه که هست لذت میبرد و به دیگران هم امید میبخشد. اما دنیایی که ویلیامز ترسیم میکند یک معادله 3-1 است، یعنی 3 سرنوشت تلخ در برابر 1 سرنوشت نسبتاً قابل قبول. این است معادله‌ای که ویلیامز از خانواده آمریکایی ترسیم. من خیلی سعی کردم که تو رو از سرم بیرون کنم، ولی انگار از اون چه قصد داشتم خیلی وفادارترم. از توی جیبم سیگاری در میارم، یه نوشیدنی میخرم، با اولین غریبه‌ای که کنارم باشه سر صحبتو باز میکنم، هر کاری میکنم تا شاید بتونم شمعای تو رو خاموش کنم، چون این روزا دنیا رو نور سائق روشن میکنه. شمها تو خاموش کن لورا، شمها تو خاموش کن لورا. و به این ترتیب